سر خط خبر. هیچ نوع تعهد بریلی هایی 5000 بندی وجود ندارد. در پی امضای توافقنامه آمریکا و طالبان، اشرف غنی میگوید آزادی زندانیان این گروه شرط مذاکرات بین الافغانی برای صلح نیست. مگه دست کم 11 نفر دیگر و حدود 4 درصد مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران. یگان ویژه پلیس سرکوب ویروس را در تهران آغاز کرد. اولین پیروزی جو بایدن در رقابت دموکرات‌ها برای تعیین رقیب انتخاباتی ترامپ. معاون سابق اوباما با فاصله زیاد از برنی سندرز جلو افتاد. حمایتی از هیچ سویی از این پناهجویان نشده و نمی‌شود. موج تازه مهاجرت پناهجویان از ترکیه به اروپا در پی تشدید بحران ادلب. یونان هزاران نفر را از مرز برگرداند. سلام، عصرتون بخیر. یک شنبه است، 11 اسفند ماه، اول مارس. خوش آمدید به اولین بخش خبری زنده ما، دومین بخش خبری زنده ما امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید دولت هیچ تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان ندارد و این موضوع پیش شرطی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح نیست. او گفته آمریکا در این مورد صلاحیت ندارد و هیچ کسی نمیتواند دولت افغانستان را مجبور به این کار کند. آزادی 5000 زندانی طالبان در 10 روز آینده و آغاز گفتگو بین افغان‌ها از موارد مطرح شده در توافقنامه طالبان و آمریکا بوده. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. واکنش‌ها پس از امضای توافقنامه صلح. رئیس جمهور افغانستان رهایی زندانیان را مشروط به عدم برگشت آنها به جبهه جنگ می‌داند. به گفته او رهایی زندانیان در صلاحیت دولت و باید پشت میز مذاکره با طالبان حل شود. اعتماد شرط اساسی است. هیچ نوع تعهد بریلی هایی 5000 بندی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیلزاد و تمام مقامات شریک ساختیم. این حق قانونی و جزء خودارادیت مردم افغانستان است. تقاضا شده جزء مذاکرات، جزء از جندای مذاکرات قرار گرفتن میتونه، اما پیش شرط بوده نمیتونه. آزادی 5000 زندانی طالب تا 9 روز و رهایی تمام زندانیان آنها تا 3 ماه آینده بخشی از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است. پس از 18 ماه مذاکره نفسگیر، نمایندگان آمریکا و طالبان دست دوستی دادند بعد از امضای توافقنامه در قطر. دولت افغانستان طرف جنگ، غایب و نمایندگان 30 کشور و سازمان بین المللی حاضر. خروج کامل نیروهای خارجی تا 14 ماه دیگر، تعهد طالبان بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش و آتش بس از مفاد دیگر تفاهم نامه. دونالد ترامپ گفته به زودی با طالبان دیدار خواهد کرد و اگر طالبان تخطی کنند نیروهای بیشتری می‌فرستد. من واقعاً باور دارم که طالبان می‌خواهند ثابت کنند که ما وقت را ضایع نمی‌کنیم. اگر اتفاقات بد دوباره رخ دهد، ما باز برمیگردیم. سریع و با نیروهایی که هیچ کس تا حالا ندیده. تفاهم نامه‌ای که بدون حضور دولت در 18 ماه گذشته تدوین و اکنون به مرحله اجرایی رسیده، مشخص نیست که نتیجه آن چه خواهد بود. اما در غیاب دولت، خیلی ها معتقدند که عملی شدن آن ناممکن است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. اختلاف نظر بر سر آزادی زندانیان طالبان نشان می‌دهد که مذاکرات غلیب‌الوقوع بین افغان‌ها درباره موضوعات دیگری مثل
نظام سیاسی آینده افغانستان و آتش‌بس دائم هم کار بسیار سختی است. طالبان میگوید موضوعات متعددی هست که باید درباره آنها گفتگو شود، از جمله قانون اساسی افغانستان. خبرنگار ما داوود قاری‌زاده در گفتگویی که با عبدالسلام حنفی معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر داشته، از او پرسیده که آیا قانون اساسی افغانستان را قبول دارند؟ این مسئله علایده است که یک مسئله ای است که باید افغان‌ها بشینند ولی فعلا نمیپذیرند. درست در مذاکرات بین الافغانی یکی از جمله موضوعات ما ای است که باید ما قانون اساسی داشته باشیم. درست. هیچ کشوری بدون قانون اساسی شده نمیتواند. ولی این قانون شما قبول دارین ندارین؟ این قانون اساسی یک موضوعی است که باید افغان‌ها در مابین خود بشینند، در این باره باید یک تصمیم بگیرند. و در مورد حق زنان، تحصیل، کار، اینا چی؟ گوش کنین، زنها همه مادرای ما هستند، خواهرای ما هستند، همسرای ما هستند، دخترای ما هستند. ما به اونها احترام زیاد داریم و ما همه حقوقی که برای زنها در شریعت اسلام آمده است ما به اونها معتقد هستیم. خود در چوکات شریعت اسلامی زنها میتوانند تحصیل بکنند، زنها میتوانند، اونا حق کار دارند مطابق دستورات اسلامی. و ما یک پروپاگاندا، یک جنگ سردی که بر علیه ما صورت گرفته است و همه حقیقت نداره، خارج از حقیقت. پس میتونیم بگیم وقت اگر طالبان رفتن یک روز بعد از توافق صلح با افغان ها وارد کشور شدن، یا قدرت را گرفتن یا شریک شدن در قدرت، او حاکمیت را که 20 سال پیش در افغانستان داشتن دیگه نخواهند داشت، یا او قوانین سخت گیرانی را که شما اعمال میکردین نمی کنین. گوش کنین، اگر بیاد داشته باشین، نمیفهم وقت شما در اونجا بودین یا نبودین، در وقت حاکمیت ما زنها کار میکردن، در شفاخانه ها در اونجا حق کار داشتن و آزادانه کلینیک های خود داشتن، کار میکردن. و همچنان در بعض ساحات دیگر در مسائل تعلیم تربیه همچنان وجود داشت، طب متوسط در ولایت های مختلف در خیلی محدود بود، البته فراگیر نبود. البته مثلا زنان نمیتونستن برن تحصیل کنن، یعنی مکتبا بسته بودن. بعض محدودیت ها بر اساس ازی بود که او وقت امکانات قطعا وجود نداشت، جنگ ها جریان داشت و این همکاری های بین المللی که فعلا در افغانستان صورت میگیره هیچ وجود نداشت وقت. خب ما امیدوار هستیم که انشاءالله این مسائل به چوکات اسلامی حل خواهد شد. بخشی از مصاحبه همکارم داوود قاری‌زاده را دیدید با عبدالسلام حنفی، معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه. نسخه مفصل‌تر این مصاحبه رو میتونید در برنامه 60 دقیقه امشب ببینید. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ماست. علی جان، اگر میشه اول از واکنش مردم افغانستان برامون بیشتر بگو، چه میگن؟ انتقادی دارن آیا به مذاکرات صلح؟ واکنش مردم افغانستان میشه گفت که طی از زمانی که مذاکرات شروع شد، گفتگوها شروع شد و مذاکرات شروع شد و جدی تر شد، واکنش ها هم جدی تر شد. مهمترین بحث که میشه گفت اینی که طی این مدت و بلافاصله بعد از اینکه حالا دو طرف توافقنامه را امضا کردن، ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، دو نوع واکنش همراه با بیم و امید وجود داره. اینکه فعلا طالبان با ایالات متحده آمریکا وارد صلح شده، یعنی به همدیگه حمله نمی کنند، و آغازی است برای گفتگوهای بین الافغانی، نشان دهنده امیدواری است که میره به طرف اینکه وضعیت بهتر بشه، این کاهش خشونت ها که خیلی کم میشه گفت بی پیشینه بوده تا 18 سال گذشته. از یک طرف امیدها در رابطه این است که در گفتگوهای بین الافغانی چه میگذره، این خیلی برای مردم افغانستان مهم است، به ویژه اینکه دستاوردهای 18 سال گذشته خیلی هاشان قرائت ها مختلف از آن چیزی که فعلا بین مردم افغانستان است و آن چیزی آن طوری که نگاه گروه طالبان است. مثلا همین در گفتگوی معاون گروه سیاسی طالبان در قطع دفتر سیاسی قطع در طالبان میگه که ما به زنان حق میدهیم، ولی این حق دادن متفاوت است فعلا با الانی که طی 18 سال گذشته در افغانستان وجود داره. به هر حال هم بیم است هم امید است، ولی این قسمت نگرانیش به مراتب بیشتر است. خب شنیدیم که اشرف غنی میگه که آزادی زندانیان طالبان اونطور که در توافق صلح آمریکا با طالبان اومده ممکن نیست. فکر میکنه که این مسئله چقدر میتونه به مذاکرات بین الافغانی در واقع آسیب بزنه؟
ببینید همین الان هم نشانه ها وجود داره. خود دیروز هم خود آقای غنی و همچنین مشاور امنیت ملی آقای غنی، مشاور امنیت ملی افغانستان آقای محب تاکید کردن که دولت افغانستان با تمام آن چیزی که در توافقنامه وجود داره موافق نیست و مخالفت های زیادی هم داره، از جمله اینکه چرا نام امارت اسلامی اومده. موضوع دیگر هم میتونه همین مسئله آزادی زندانیا باشه که در توافقنامه اومده. اما چه یک چند وقت گذشته تا بال دولت افغانستان چند بار خط سرخ ها را ترسیم کرده ولی به نحوی از این خط سرخ ها عبور کرده. مثلا آزادی انس حقانی گفته بود که جزء خطوط خط سرخ ماست و باید مردم افغانستان در رابطه با او در تصمیم بگیرن، اما دیدیم که انس حقانی آزاد شد. بعد موضوع آتش بس بود، گفت تا زمانی که طالبان آتش بس نکنه با موافقت نامه موافقت نخواهند کرد، اما دیدیم که آتش بس تبدیل شد به کاهش خشونت ها. حالا موضوع آزادی زندانی ها، آقای غنی میگه که این حق مردم افغانستان است، نه ایالات متحده آمریکا که در رابطه با اون تصمیم میگیره. این موضوع فعلی دولت افغانستان است که برای تاکید میکنه، اما بدون شک میتونه یک مشکل عمده را در رابطه با همین روندی که از دیروز آغاز شده قرار بدهد. به هر حال باید ببینید که دولت افغانستان چقدر پای این حرفش میایسته. متشکرم از علی حسینی همکارم از کابل با ما، ممنونم. چین بیشترین موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در روزهای گذشته را اعلام کرده. در ایران هم امروز اعلام شد که حدود 380 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و شمار مبتلایان به بیش از 970 نفر رسیده. وزارت بهداشت ایران همینطور گفته که از دیروز 11 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. مقررات منع رفت آمد به کشورها در کانون ویروس بیشتر شده و در ایران ساعات اداری کاهش یافته. بیمارستان‌ها هم موظف شده همه افراد مشکوک به داشتن ویروس کرونا را بپذیرند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ابتلا به کرونا را طی یک روز گذشته اعلام کرد. توقفی بر چند روز کاهش در شمار مبتلایان تازه. شاید تلاش برای مهار کرونا جنگی مغلوبه باشد. اما تا امروز با آلوده شدن 60 کشور به این ویروس، سازمان بهداشت جهانی در آستانه اعلام همه‌گیری جهانی کرونا است. این کار میتواند باعث شود تلاش ها از مهار کرونا به تعدیل آن متمرکز شود. با این حال جامعه جهانی هنوز در فاز قرنطینه و محدود کردن رفت آمد هاست. از لغو حج عمره تا لغو پروازهای رفت آمد به کشورهای کانون ویروس. اما هیچ کدام از این تدابیر مانع آسیب به اقتصادهای جهانی نشده. آسیب هایی که امروز همتراز آسیب های رکود سال 2008 برآورد می شود. با اعلام اولین تلفات در آمریکا، این بحث به یک موضوع جنگ سیاسی دولت ترامپ با دموکرات‌ها بدل شده که میگویند گفته‌های رئیس جمهوری برای کم اهمیت نشان دادن خطر کرونا باعث سلب اعتماد مردم به نهادهای رسمی خواهد شد. در مجموع دولت ایران هم با انتقاد مشابهی روبروست. انتقاد از بی‌توجهی به خطر کرونا در روزها و هفته‌های اولیه. حالا بیش از 10 روز از روزی که دولت برای اولین بار اذعان به شیوع کرونا در ایران کرد می‌گذرد. جامعه و اقتصاد ایران ناتوان از سالها تحریم و سوء مدیریت خود را برای مقابله با دشمنی تازه آماده کرده. از کادر پزشکی و درمانی که در کانون این مقابله قرار دارند روزانه در صدا و سیما تجلیل می‌شود. مردم هم ظاهرا موافقند، به خصوص حالا که کلیه مراکز درمانی حتی خصوصی موظف شدند مراجعان مشکوک به ابتلا به کرونا را بپذیرند. کاری که قبلا مشکل بود چون ایران کیت‌های کافی تست کرونا را نداشت. حالا با کمک چین و سازمان بهداشت جهانی ده‌ها هزار کیت در 22 نقطه کشور توزیع شده. کیت تست کرونا را نمی‌توان مثل ماسک و مایع ضد عفونی احتکار کرد و گران فروخت. وزیر بهداشت در نامه خشمگینانه که عمومی شده گفت میلیون ها ماسک به شکل مرموزی از شبکه تولید و توزیع دولتی به غارت رفت. متاسفانه پس از حدود 10 روز فقط 1 میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمیدانم در کجا انباشته شده. همکاران این جانب به دلیل اجبار شبانه روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند. اما از سوی دیگر بعضی چرخهای اقتصاد به سمت درستی در حرکت است. کارخانه های مواد شوینده حالا 3 شیفته مشغول تولید مواد ضد عفونی هستند، موادی که در شستشوی 2 نوبته وسایل واگن ها و متروها استفاده می شود. دولت گفته 48 میلیون دلار برای مقابله با کرونا از بودجه استخراج می کند. میلیون ها محصل نیز این فرصت را دارند که ایام هدر رفته تحصیلی را با استفاده از برنامه های شبکه آموزش جبران کند.
دولت آمریکا نیز در روزهای اخیر به نشانه انعطاف در سیاست فشار حداکثری گفته است حاضر است بعضی از محدودیت‌ها برای کمک به ایران را حذف کند و حتی پرسنل پزشکی به آنجا بفرستد. بذارید همینجا و همین الان اینو بگم. اگه بتونیم به ایرانی‌ها کمک کنیم یه کارایی براشون میکنیم. ما بهترین خدمه درمانی دنیا رو داریم. اگه بتونیم بهشون کمک کنیم. دولت ایران فعلا ذهنش به جای دیگر مشغول است. از جمله کاهش ساعات اداری، قرنطینه کردن پادگان‌ها و وضع درمان رایگان برای مبتلایان. شاید این تلاش‌ها مثلا استفاده از دستگاه‌های ضد شورش آب‌پاش برای مهار گسترش کرونا در ایران و جهان جواب ندهد. اما انسانیت و مهربانی هم ولو نه به سرعت کرونا در حال گسترش است. مثل این زن در لرستان که برای مریض نشدن دیگران شخصا دستگاه خودپرداز بانک را ضد عفونی می کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. با گسترش ویروس کرونا در ایران، نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی و امنیتی بیشتر شده. در همین رابطه شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی ایرانی که در ایران به اتهام جاسوسی برای موساد به 10 سال زندان محکوم شده، اینجا در استودیو با ما هستند. خانم ایزدی، خوش آمدید به برنامه. میشه بگه که چرا شما الان مشخصاً نگران وضعیت همسر هستین؟ برای اینکه همسر من و زندانیای دیگه الان در یک جای خیلی کوچک، تعداد بیش از 60 زندانی در 4 اتاق هستن، هیچ نوع اقدامات پیشگیری انجام نشده. تنها کاری که کردن این بود که دیروز برای اولین بار یک ماسک و یک عدد دستکش یک بار مصرف به زندانیا دادن. یعنی تنها اقدام پزشکی در این مدت انجام شده این بوده. آیا شما میتونید این بخشنامه قوه قضاییه که گفتن که اگر وثیقه برای زندانیا بذارن، حالا یه شرایطی داره که نمیدونم زیر 5 سال باشه محکومیتشون، آیا در زندان اوین که همسر شما هستن اجرای شده؟ تا اونجا که من میدونم نه، برای اینکه محدودیت سنی گذاشتن. یعنی برای زندانیان سیاسی و امنیتی گفتن آقایون اگر بالای 70 سال باشن و خانم ها بالای 60 سال، و این اصلا این شامل زندانیای زیادی اصلا نخواهد شد. شما خودتون پیگیری کردین، درخواست مرخصی دادین و پیگیری کردین اینو؟ ما درخواست مرخصی شخصا ندادیم، چون این کار رو دارن از طرف وزارت امور خارجه در واقع دارن پیگیری میکنن. ولی تا اونجا که ما میدونیم، حتی امروز هم خانواده های زیادی مثل اینکه بیرون اوین جمع شده بودن، خانواده زندانی سیاسی و امنیتی، و درخواست کردن که موقتا زندانیا رو آزاد کنن که پیش خانواده هاشون باشن. ولی متاسفانه رئیس زندان که فکر میکنم آقای وزیری هستن مخالفت کردن و گفتن که فقط ایشونن که تصمیم گیرنده هستن و تا خودش تصمیم نگیرن کسی آزاد نخواهد شد. اشاره کوتاهی کردیم به وضعیت نگهداری زندانی ها. اگه میشه اطلاعات بیشتری اگر دارین بگین که وضعیت زندان ها دقیقا به چه شکله و مثلا اون بندی که همسر شما هستن. ببینید، بندی که همسر من هستن در واقع یه جایی مثل زیر زمینه و 4 اتاق بیش از 60 زندانی در اون هستن. یک هواخوری بسیار کوچیک دارن که در دو طرفش مثلا مرکز فاضلاب هستش. تعداد موش ها از آدم ها گاهی بیشتر اونجا. سوسک، ساس، همه اینا هستن. و الان هم چون قصدشون این بود که زندانیای امنیتی سیاسی رو انتقال بدن به یه بخش دیگه ای، الان تقریبا 6 هفته است که هیچ نوع خدمات پزشکی هم ارائه نمیشه. یعنی نه دکتر هست اونجا، نه پرستاری هست، حتی قرص سرماخوردگی نبود. یعنی قرص مسکن ساده، آسپرین حتی نیست. هیچی در واقع نیست. فعلا متشکرم از شما، خیلی ممنونم. بر برنامه ما شرکت کردین شری ایزدی، همسر انوشه آشوری. متشکرم. پاکستان اعلام کرده که از فردا 1 هفته مرز زمینیش با افغانستان را می‌بندد تا از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کند. تا کنون 1 نفر مبتلا به این ویروس در هرات در غرب افغانستان شناسایی شده که این نفر به ایران سفر کرده بوده. وزارت صحت عامه افغانستان هم از شیوع ویروس کرونا توسط بیمارانی که ممکن است در میان مهاجران اخراج شده از ایران باشند ابراز نگرانی کرده. وزیر بهداشت افغانستان از ایران خواسته که فعلا اخراج اجباری و روحی را متوقف کند.
هموطنای ما به شکل دست جمعی از کشور ایران چون وایرس در اوج شیوع کرده و در بین از یک تعداد معتادین از هموطنای ما روزانه بیش از 2000-3000 نفر ما را داخل افغانستان دیپورت میکنن و این یک نگرانی بسیار کلان است. حتی خواهش ما از کشور همسایه ما ایست که به شکل کتلوی دست جمعی دیپورت نشه که هم بر ازوا شرایط و مشکلات ایجاد میکنه و هم بر ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. هیچ نوع تعهد برلهایی 5000 بندی وجود ندارد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید آزادی زندانیان طالبان شرط مذاکرات بین افغانها برای صلح نیست. وزارت بهداشت ایران میگوید شمار مبتلایان ویروس کرونا به بیش از 970 نفر رسیده و 11 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. ادامه این برنامه. اولین پیروزی جو بایدن در رقابت دموکرات ها برای تعیین رقیب انتخاباتی ترامپ. در آمریکا جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین توانست با پیروزی در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در ایالت کارولینای جنوبی شگفتی بیافریند. آقای بایدن که به میان روی شهرت دارد توانست مقابل رقیبش سناتور برنی سندرز از جناح چپ حزب دموکرات پیروز شود. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، با گفته میشه که این برد در واقع باعث شده آقای بایدن موقعیتش محکم بشه. از دیشب و اهمیت این برد برامون بگو. دقیقا همینطوره، باعث شد که آقای بایدن که مدت‌ها بود میگفت که او تنها کسی است که میتونه مقابل دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بیسته، حالا داره استناد میکنه به همین برد و میگه من کسی هستم که میتونم در جایی که میانه روی خریدار داره، که مثلا ایالت کارولینای جنوبی رو میذارن به مثابه اینکه نمونه ای هست از ایالات متحده آمریکا به صورت عمومی، میگه که من اینجا میتونم برنده باشم، من میتونم رأی افراد مختلف رو به خودم جلب بکنم. نکته ای که در مورد ایالت کارولینای جنوبی مهم هست اینه که تعداد زیادی از سیاه‌پوستان اونجا زندگی میکنن که به حزب دموکرات هم رأی میدن. در ایالت‌های قبلی مخصوصا در ایالت آیووا یا ایالت نیوهمپشایر، اینها ایالت‌هایی هستن که بیشتر سفیدپوست هستن و در این ایالت‌ها آقای سندرز یا نامزدهای دیگه اونها هواخواه بیشتری داشتن. ولی آقای بایدن در واقع حرفی که میزنه اینه، میگه که ببینید ما، یعنی حزب دموکرات، متشکل از گروه‌های مختلف از رنگین پوستان و سفید پوستان در کنار هم، و میگه من کسی هستم که میتونم این رأی این افراد رو به خودم جلب بکنم و میتونم این رو ببرم. تا به حال یک نکته دیگه هم که اینجا مهم هست اینه که توی دو تا از این ایالت ها که آقای سندرز قبل از در واقع کارولینای جنوبی اونها انتخابات درون حزبی داشتن، توی اونها آقای سندرز برنده شده و آقای سندرز کسی هست که داره صحبت از یک انقلاب میکنه، میگه باید انقلابی عمل کرد و سیستم آمریکا رو عوض کرد و نوسازی کرد. حالا آقای بایدن اومده و توی سخنرانی پیروزی خودش میگه که مردم آمریکا انقلاب نمیخوان، اونا میخوان به نتیجه برسن، میخوان یک اتفاقهای خوبی بیفته و هشدار میده که با اومدن آقای سندرز به بالا و اینکه قرار گرفتن آقای سندرز روبروی آقای ترامپ در انتخابات نهایی، اون موقع دموکرات ها بازنده نهایی خواهند بود، نه تنها ریاست جمهوری رو از دست میدن بلکه امکان داره حتی کنترل خودشون بر مجلس نمایندگان رو هم از دست بدن و نتونن حتی سنا رو هم اکثریت رو در اونجا کسب بکنن. آقای بایدن داره سعی میکنه این پیام رو برسونه به مردمی که رأی میدن در روز سه‌شنبه، چون سه‌شنبه انتخابات بزرگیه که اونم در موردش صحبت میکنم، داره این پیام رو به اونها میرسونه که اگر میخواید جلوی آقای ترامپ پیروز باشیم و آقای ترامپ رو از کاخ سفید بیرون بکنیم، چاره ای نداریم جز این که به او رأی بدیم. حالا روز سه‌شنبه چه اتفاقی میفته؟ روز سه‌شنبه 14 ایالت آمریکا همزمان قراره که برگزار بکنن انتخابات مقدماتی خودشون رو برای حزب دموکرات، که نتیجهش این خواهد بود که 1357، مثل سالی که انقلاب در ایران اتفاق افتاد، 1357 امتیاز داره مجموع این 14 ایالت و دو قلمرویی که هستند. و این امتیازها اون موقع مهم هست. آقای
بایدن امروز میگفت که احتمالاً همه اینها رو نمیبره، ولی امیدواره که با این بردی که در کارولینای جنوبی داشته، با زیاد شدن کمک‌های مردمی، پولایی که دارن بهش میدن، امیدوار هست که بتونه جلوی آقای سندرز از جناح چپ حزب دموکرات بایسته. ممنونم از اسام فرزانه، همکارم از واشنگتن با ما. با عملیات گسترده ارتش ترکیه در ادلب، گزارش‌هایی از افزایش درگیری‌ها و کشته شدن تعدادی از سربازان ارتش سوریه و شبه نظامیان وابسته به ایران در این منطقه منتشر شده. در یکی از مهمترین واکنش‌ها، نهادی به نام مرکز مستشاری نظامی ایران در سوریه بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن به حملات ارتش ترکیه اشاره شده. از طرفی گزارش شده که یونان در حال تشدید تدابیر امنیتی در مرزهایش است تا با موج تازه آوارگان از مسیر ترکیه به مقصد اروپا مقابله کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه از بن آلمان با ماست. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به برنامه. شما فهم میکنید که چقدر این اهرم فشار ترکیه که در واقع داره از مهاجران استفاده میکنه، فهم میکنید چقدر این نتیجه بخش باشه براش؟ واقعیش اینه که این استفاده از این اهرم و این تصاویری که دارن رسانه‌های ترکیه نصاری نزدیک به دولت منتشر می‌کنن که ما چجوری مرز رو باز می‌کنیم و از این اهرم می‌خوام استفاده بکنیم، به نوعی یادآور همون وضعیتی که سال 2015 ترکیه دست به هش زدن اقدام که سال 2015 برای فشار بر اروپا و غرب شروع کرد از این جهتش. ولی تفاوت اینه که الان ابتکار عمل نشانه قدرت ترکیه نیست، یعنی نشانه عجزشه. اونم وضعیت مخمسه آمیزیه که ترکیه با این نوع حضور و دخالتش در ادلب ایجاد کرده است. طبعا خب ما میدونیم که در درون ترکیه حضور این همه مهاجر 3,600,000 نفر خودش مشکلیه، دولت با مشکل مواجه شده، حتی شهرداری استانبول رو مجبور شد بعد از 25 سال به خاطر مخالفت مردم با همین حضور پناهجوها واگذار بکنه. اپوزیسیون در این حال وضعیت اقتصادی آنچنان مساعد نیست، می‌دونیم ظرف همین چند روز ارزش لیر تقریبا افتاده پایین، سابقه نداشته از مهر ماه سال گذشته به امروز. اینها همه به نوعی دولت رو در عرصه داخلی ما مشکل مواجه کرده. در عرصه منطقه‌ای هم خب ظرف این 3-2 سال ترکیه تلاش کرد، اردوغان تلاش کرد که به غرب بفهمونه که حالا که شما راجع به دغدغه ما در همکاریتون با کردها توجه نمی‌کنید، ما می‌ریم و با روسیه و ایران مسائل رو حل می‌کنیم، نیازی نداریم که غرب رو مداخله بدیم. امروز که صحنه سیاسی، صحنه نظامی در ادلب عوض شده و یه فازی شده که دولت سوریه و روسیه در واقع ترکیه ایستادن، ترک‌ها دوباره رو آوردن به غرب که خب غرب منچنان که تحویل نمی‌گیر، یعنی ناتو که ترکیه از عضوی ازش هستش طبق بند 5 پیمانش لزوما ضرورتی نمی‌بینه که وایس کنار ترکیه که رفته در یک کشور دیگه دخالت میکنه. در این حال اتحادیه اروپا هم حاضر نیست که به اصطلاح این اهرم فشاری رو که الان به کار گرفته ترکیه که به نوعی بیان به کمکش چه به لحاظ مالی چه به لحاظ به اصطلاح عرصه دیپلماتیک، این رو هم زیاد توجه ندارم. می‌دونیم که خب ظرف همین 2-3 سال خود اتحادیه اروپا در مرزهای بلغارستان و یونان هم خیلی اقدامات مؤثری انجام داده. الان نیروی فرانتوکس اصلاح به جریان انداخت و نیروی حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا، همه اینها وضعیت رو برای ترکیه لزوما مساعد نمی‌کنه که این اهرم جواب بده. به نظر میاد که یه مقداری مخاطب آقای اردوغان علاوه بر اتحادیه اروپا و غرب، روسیه هم هستن که در مذاکرات روز پنجشنبه با آقای پوتین در مسکو چه به اصطلاح امتیازایی بتونه بگیره سر ادلب و حضورش در این منطقه. متشکرم از شما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه با ما. همونطور که با شما صحبت میکردیم تصاویر زنده رو میبینیم. این تصاویر از شهر ادرنه هست، شهری که در ترکیه است، در مرز ترکیه و یونان. الان در این منطقه هزاران نفر از مهاجران، کسانی که درخواست پناهندگی میخوان بدن، اونجا رفتن. آقای اردوغان، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، عذرخواهی میکنم، رئیس جمهور ترکیه، گفته که 18,000 پناهجو در به مرزها رفتن. این تعداد در واقع گفته میشه که 25,000 تا 30,000 نفر ممکنه بشه در روزهای آینده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.